بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود تقدیم به شما مردم شریف افغانستان، در هر کجایی از کشور زیبای از ما افغانستان که هستید و در هر گوشه ای از جهان پهناور که هستید و برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را از تلویزیون جهانی هادی نگاه میکنید. انشالله که همیشه صحتمند و سلامت و سرفراز زندگی بکنید. بینندگان عزیز محترم، در همین ابتدا و آغاز برنامه شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 را که شما بزرگواران حتما به یاد دارید، به برنامه خودتان اختصاص داره و شما بزرگواران میتونید که هر زمانی که بخواهید، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز، هر زمان که بخواید از طریق واتساپ با همکاران از ما در ارتباط شوید. اگر کدام سوال، انتقاد یا پیشنهاد در مورد موضوعات مختلفی که در برنامه روشنا مطرح میشه دارید، برای از ما روان بکنید. اما ما در این روز شنبه بسیار زیبا، همچون دیگر روزهای شنبه، در خدمت کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده بزرگوار هستم. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار خوش اومدید. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و احترام خدمت شما خانبرانی جان و بینندگان عزیز برنامه، در هر جایی که هستین انشاءالله جور صحتمند باشین. خدا رو شکر که شنبه دیگر شد و باز توفیق یافتیم در خدمت شما خوبان باشیم. تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار. اما بینندگان عزیز محترم، خداوند انسان را آفرید و برش دو حجت و یا دو پیامبر قرار داد. میگن پیامبر بیرونی همی پیامبران است که خداوند رسولانی است که ارسال میکنه و انسانها را به راه راست هدایت میکنن، و پیامبر باطنی و درونی انسان، عقل انسان است که انسان از این نیرو، از این قوه و قدرت استفاده بکنه تا مسیر زندگی خودش را پیدا بکنه. اما متاسفانه گاهی اتفاقاتی در زندگی میفته، عواملی تاثیرگذار میشن، چه فردی و چه بیرونی و اجتماعی و خانوادگی، که افراد این قوه و این نیرو و این پیامبر درونی و باطنی را نادیده میگیرن و خود گرفتار بسیاری مسائل میکنند که نگوییم بهتر است. یک از این مسائلی که بسیار دردآور و زجرآور است و برخی از خانواده ها را گرفتار کرده، معضل اعتیاد و مواد مخدر است. این معضل یک معضلی است که تقریبا عالمگیر است، شرق و غرب نداره، بالا و پایین نداره. اما مسئله است که وقتی که در کشور ما، کشور افغانستان، که انسان به خودی خود زندگیش متاسفانه سراسر با سختی ها همراه است، وقتی که معضل هم اضافه شود، خانواده گرفتار یک رنج مضاعف میشه. قسمت گذشته برنامه را حتما شما بزرگواران دیدید، موضوع در مورد بررسی عوامل و علل گرفتار شدن نوجوانان و جوانان به معضل اعتیاد است. انشاءالله در این برنامه ادامه امی عوامل و علل را کارشناس محترم برای از ما و شما توضیح خواهند داد. خانم علیزاده بزرگوار، در خدمت شما هستم. تشکر. خب دوستای عزیز، بحث ما بحث اعتیاد بود، حالا به طور کلی در جامعه هست و میبینیم، اما در بین نوجوانان و جوانان که بسیار گسترش بیشتری داره و سنی هست که زمینه کشاندن در این موزل بیشتر داره. خب دوستای عزیز، در برنامه قبلی یک از عواملی که بسیار گفتیم تاثیر گذارش در اعتیاد، مشکلات خود فردی و شخصیتی بود که این را گپ زدیم خدمت شما مفصل گفتیم و گفتیم چرا کارهای هم داره. دومین عاملی که خانم اینجان بسیار تاثیرگذارش در معضل اعتیاد، خانواده هم هست، نقش خود داره، به این خاطر که خب بزرگترین و مؤثرترین نهادی که انسان در متولد میشه خانواده است و او قسمی که تربیت میشه و شرایطی که خانواده برای زندگی، برای رشد یک کودک خود فراهم میکنه، بسیار تاثیر دارد. از او میتوانه که اون استعدادهای خدادادهی که داده و بهترین شکل شکوفا شوه و یک شخص مفید برای خانواده و جامعه خود شوه. و متاسفانه بعضی از خانواده خواسته یا ناخواسته زمینه ای را فراهم میکنه که این کودکی که میتونه آینده خوب داشته باشه، متاسفانه به یک انحرافاتی کشانده میشه، از جمله اعتیاد، و باعث میشه که آینده خود و آینده خانواده خود به تباهی بکشونه. و همطور که اشاره کردیم، در کشور ما متاسفانه خب خود به خود مشکلات هست، جنگ هست، ناامنی هست، مسئله اقتصاد هست، بسیار مشکلات خود به خود داره، و خدای نکرده وقتی خانواده دچار مشکل اعتیاد شوه، این مشکلات با دوچندان میشه، خیلی سختتر میشه تحملش و هیچ کس دوست نداره جوان خود پرپر شده ببینه. متاسفانه اعتیاد یک پدیده است که شما
بیماری هست که وقتی یک جوان را گرفتار میکنه، ذره ذره او را آب میکنه. ما پیش چشمای خود میبینیم که یک بچه شاداب، درس خوان، سالم، پرتلاش تبدیل میشه یک بچه ناتوان، به یک بچه بی اراده، یک بچه منزوی، گوشگیر، و اینکه در نهایت از خانواده ترد میشه. بله خانم علیزاده، معمولا خب هیچ خانواده ای نیست که ما بتانیم ادعا کنیم این خانواده بدخواه قطعا فرزندان خودش قطعا است. همه میخواین که اولاد از ما بهترین شوه، از همه پیشه و بله برنده شوه، اما چه اتفاق میفته در بله خانواده و بله چه اشتباهاتی رخ میده که افرادی که در خانواده هستند، نوجوانان ما، جوانان از ما گرفتار اعتیاد میشن؟ بله ما همین مسئله رو میخوایم امروز مفصل خدمت دوستای عزیز گپ بزنیم، که همونطور که شما گفتین هیچ خانواده بدخواه اولاد نیست و همه آرزو دارن که اولاداشون یک آینده روشن داشته باشه. چی میشه؟ چی رقم میشه؟ چی اتفاق در این خانواده رخ میده که بچه ما سر از اینجاها در میاره؟ خب ببینید، یک از مشکلاتی که خانواده بسیار نقش دارد از او و عاملی میشه باعث اعتیاد نوجوان ما، یکی کمبود محبت هست و یکی افراط محبت. هر دو تاثیرگذار است. بله گاهی وقتا ما میگیم نه، فقط کمبود است، اینطور نیست. هم کمبود تاثیر خود داره، وقتی ما محبت خود از اولاد خود دریغ میکنیم، وقتی همیشه یک ارتباطی از بالا به پایین اولاد خود داریم، یک ارتباطی که رئیس داره نسبت به کارمندای خود او رقم، یا یک ارتباطی یک نظامی داره نسبت به سربازای زیر دست خودش، این رقم ارتباط در خانواده جایش نیست. در خانواده باید ارتباط دوستانه باشه، ارتباط باید گرم و صمیمی باشه. تو پدر خانواده، در بیرون، هر رقم که شما در کدام کرسی هستی، در کدام مثلا منصب داری که هستی، در خانواده پدر خانواده هستی، در او منصب خود، در او جای خود میتونی هر رقم دستور یا فرمانی رو بدی و زیر دستور اجرا کنه. اما خانواده فرق میکنه. در خانواده تو پدری، در خانواده تو همسری، شوهری، و باید یک ارتباط دوستانه، نرم و مهربان باشه که اولادات از او اعتماد کنه، گپ خود بزنه و او نیاز محبت و او نیاز طبیعی انسان، نیاز روحی روانی را برآورده کنه. همونطور که پدر خانواده نیاز جسمی و نیاز اون فیزیولوژی بدن برآورده میکنه، خب نان میاره سر سفره خانواده و سعی میکنه کالا داشته باشه اولادای خود، سعی میکنه وسایل رفاه خانواده را فراهم کنه، همون رقم هم پدر و مادر باید نیازهای روحی و روانی اولاد خود فراهم کنه، که یکی از اون نیازهای روحی روانی ابراز محبت محبت هست. است. خب چه رقم ابراز کنه؟ چون پدرها و مادرها معمولا در سنت از متصوری است که خب ما امی که برش دقیقا نیازهایش را مرتفع می سازم، برش فراهم میکنم، خب محبت خود ابراز میکنم. همه چرا برای بچه همسایه کار نمی کنم؟ بله برای دختر همسایه کار نمی کنم؟ دقیقا چون قش اکثر قش جامعه ما یا قش سنتی است، با هم افکار سنتی، به قول شما همین که میگم من از صبح تا شام کار میکنم، سر سفره سعی میکنم بهترین غذا رو در اولادای خود تامین کنم، بهترین کالا رو بیارم، بهترین امکانات رفاهی داشته باشه، دیگه امی محبت دیگه چی میخواد؟ در حالی که همین محبت به زبان خود، گاهی وقتا اولاد ما نیاز داره او را من دواغوش بگیرم، گاهی وقت نیاز داره من یک خلوتی با او داشته باشم، دوستانه دیست اولاد خود را بگیرم، در بیرون یک آب میوه، یک کدام نشستنی، کدام گپ زدنی خصوصی را من با اولاد خود داشته باشم. بله مادر خانواده با دختر خانواده می رفاقت داشته باشه، پدر خانواده با پسر خانواده، و بالعکس باز هم می رقم، تا او نیاز پیدا نکنه که برای کسب محبت در جامعه متاسفانه دچار انحرافات شود، و مخصوصا دختران ما، چون دختر یک جنس عاطفی هست، خود به بله خود نیاز به محبتش بیشتر هست و نیاز داره که محبت بشنوه، ببینه از زبان پدر خود، از زبان مادر خود. و خدایی نکرده اگر ما ایره دریغ کنیم، دریغ کنیم از اولادای خود، وقتی ما بین جامعه میبره، خب یک کدام هم سنفی خود، کدام کسی در کوچه و سرک ابراز محبت میکنه؟ چون نشنیده، چون در خانواده تجربه نکرده، همون محبت با جان و دل میپذیره و باور میکنه که یک محبت واقعی است. مگر من 10 سالم در خانه پدرم هیچ وقت من در آغوش نگرفته و یا در من کدام هدیه ای تحفه ای من نداده که من بفهمم که پدرم مرا دوست داره؟ سال روز تولد بوده، کدام دیگه چیزی بوده؟ پدرم از من تقدیر نکرده، من نمره اولی کلاس شدم پدرم تقدیر نکرده، من سال روز تولدم بوده پدرم تقدیر نکرده. حال نگاه میکنم یک همسینفی یا یک کسی در کوچه خیابون بسیار تقدیر میکنه، تولد مرا تبریک میکنه، در حالی که در خانه هیچ کس خبر نداره. بله
و این متاسفانه همینجا است که زمینه خطا و اشتباه پیدا میشه و خیلی از افراد در جامعه که سودجو هستند از این طریق نوجوانان را جذب میکنند و اونها را کم کم به موزل اعتیاد دچار میکنند و از وجود اونها سوء استفاده میکنند برای قاچاق مواد، برای فروش مواد، عاملانی میشه که به راحتی اونها را میفروشه، اول خود اونا رو گرفتار میکنه و بعد هم میتونه به راحتی از اونا بیگاری بکشه بله و مفته بله برایشان کار کنه. پس نتیجه ای که ما به عنوان خانواده ها باید بسیار هوشیار باشیم که زمینه های انحراف را کمتر و کمتر بسازیم. خب این یک راه بسیار دشوار نیست. محبت کردن یک چیزی است که از دل و از نهاد انسان برمیخیزه. با اولاد خود انسان محبت نکنه پس به چه کسی محبت کنه؟ درست میفهمید؟ اما خانم علیزاده عزیز اگر اجازه بدین و بینندگان محترم یک مصاحبه با مردم، با برخی از دوستان و بزرگواران داشتیم، نظر مردم را بدانیم در مورد موضوع برنامه چیست. باز در خدمت شما خواهیم بود عزیزان و بینندگان. مصاحبه را میبینم و بسیار زود برمیگردیم. مرحله جوانی که هستم مرحله نهایت مرحله رشد فکریه، نهایت مرحله رشد جسمانیه، نهایت مرحله رشد عقلیه که در این مرحله انسان اگر از جسم خو، از فکر خو، از مغز خو به طریق احسن کار بگیره، به طریق عالی کار بگیره، میتونه انسان انشالله در آینده به کمالات و به سعادت و به جاهای عالیه برسانه که به هدف عالی که داره برسه. گرچه تمام عمر انسان یک فرصت هست، ولی این محدوده عصر جوانی توانمندی ها بسیار ضریبش بالاست و در این محدوده جوانی میتونه انسان از او قدرت و نیروی بالایی که داره میتونه به مقصدها و هدفهای بسیار بلند از این نیرو استفاده کنه برسه. دوره جوانی به این دلیل قابل اهمیت است که انسان در جوانی میتواند تمامی مثلا کارهایی را که در پیری و در دیگر سنها انجام دادن میتواند در جوانی قابل انجام دادن است و خیلی توان زیاد دارد و در جوانی میتونه انجام بده. همونطوری که در آیات روایات سفارش زیاد در رابطه با دوران جوانی شده، دوران جوانی دوران قوت انسانه، دوران نشاط انسانه. انسان در دوران جوانی میتونه هر کاری که بخواد تصمیم بگیره با خوبی انجام بده. امیر المومنین لنگر زمین و آسمان امام سفید رویان علی علیه السلام می فرماید دوران جوانی را کسی اگر درک نکند نمیتونه کار خوب بکند. میگن دو تا شی است اگر انسان از دست ندهد قدر اونا را نمیفهمه. اول جوانی، دومم عافیت. تا انسان جوانی را از دست نده قدر جوانی را نمیفهمه. تا سلامتی را از دست نده قدر سلامتی را نمیفهمه. اینه که دوران جوانی از اهمیت والای برخورداره. مهمترین کاری که یک جوان در سنین جوانی خصوصا در این زمان در قرن 21 انجام بده همو خودسازی هست. چون که در یکی از جبهه ها حضرت پیامبر وقتی با یارانش برگشت، حضرت پیامبر گفت درود بر شما، شما جهاد اصغر را انجام دادید، اما جهاد اکبر که همون خودسازی هست و همون پا گذاشتن روی هوس های انسانی هست هنوز مانده. وقتی این را انجام دادین بفهمین انسان کاملی هستین. بنابراین باید خصیصه ای که هر جوان باید داشته باشه، خصیصه مهمی که هر جوان باید داشته باشه خودسازی هست و بعد از اون تلاش و رسیدن به مقامات عالیه هست. خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان شما بزرگواران بیننده برنامه خودتون برنامه روشن از تلویزیون جهانی هادی هستید. مصاحبه مردمی در مورد موضوع برنامه که موضوع کلی جوانی و نوجوانی است را مشاهده کردید و شما بزرگواران میتونید که از طریق شماره تلفن مثبت 964-780-255-4013 اگر که کدام نظر خاص در مورد موضوع کلی برنامه و همچنان در مورد موضوع جزئی و اختصاصی این روز برنامه که مسئله و معضل اعتیاد است، اگر که کدام نظری دارید با ما به اشتراک بگذارید. انشاءالله نظرات شما بزرگواران در برنامه
پخش خواهد شد. همچنان از حضور کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده بزرگوار استفاده میکنیم. خانم علیزاده عزیز، بحث در باب معضل اعتیاد است و اینکه چه اتفاقی میفته که جوانان و نوجوانان از ما که بهترین فرصت زندگیشان است برای رشد، برای پیشرفت، برای تعالی و تکامل در زندگیشان، اما متاسفانه این فرصت را از دست میدن و گرفتار میشن و تا ای که اینها سرشان به سنگ بخوره دوباره برگردن، این فرصت های جوانی از دست میرن. شما فرمودید که در خانواده یکی از عوامل کم بود محبت است، اما خب برخی خانواده هستند که دعا میکنن که ما تو جایی که جا داشته با اولادای خودمون محبت کردیم، اما باز هم در برخی از این خانواده برخی از اولادهایشان گرفتار این معضل شد. بله، متاسفانه گفتیم که محبت کردن هم کمبودش میتونه آسیبزا باشه و همین که زیاده روی در ابراز محبت. بعضی از خانواده مخصوصا خانواده هایی که خودشان در جوانی محبتی ندیده از طرف خانواده و یک مثل یک وقته در مانده، سعی میکنه وقتی خانه‌دارش سر اولاده های خود امیر جبران کنه. بیش از اندازه محبت میکنه طوری که اولاد او وابسته میشه، تمام حتی کارهای شخصی اولاد خود انجام میده من هست که یک محبت است. بچه ما غذایش رو تهیه میکنه، کالایش رو همیشه میشوره، مرتب میکنه و به او یک استقلالی نمیده که خودش بتونه کارهای خود انجام بده و همیشه او رو حمایت میکنه. اگر مشکلی مالی داشت بین بچه می پیسه است، اگر کدام سینف کورس مشکل داره همیشه از او دفاع میکنه، اگر کسی ده او آسیب رسان خودش پدر و مادر دفاع میکنه و این باعث میشه که اولاد همیشه وابسته باشه. خب این را پدر و مادر فرض کنه شاید یک روزی من نباشم، همین اولاد ما چی خواهد شد؟ شما که همیشه روی پدر روی اولادای خود نیستین. وقتی کلانتر شد معاون جامعه باید کار کنه، باید تحصیل کنه، باید از پس خود برایه. وقتی یک داخل جامعه من نیستم، وقتی که وارد زندگی شخصی شد باید توان را داشته باشه که زندگی شخصی خود اداره کنه. بله، بتوانه که همسرداری کنه، بتوانه که مادر خانواده باشه، پدر خانواده باشه. وقتی بیش از حد حمایت میکنیم اولاد به اسم محبت، به اسمی که چون در من محبت نشده، من در اولاد خود این 100% دیگه انجام میدم و این خودش آسیب زا است. باعث میشه یک روزی که من پدر و مادر نباشم، شاید عمرم به دنیا نباشه، شاید اتفاق برام بیفته، شاید اولاد من یک شهر دیگه زندگی کنه، من نیستم از او حمایت کنم، با چی خواهد شد؟ اینجاست که این رقم اولاد وقتی بیرون بره و ممکنه یک قسمتی که چون پدر و مادر خلأ پدر و مادر ممکنه با یک دوستی که ابراز محبت میکنه، اما ممکنه برو به این حراب بکشنه با او سم جبران کنه. یعنی به محض اینکه دوست برش ابراز محبت میکنه، اما حسی که به پدر و مادر داشت و دوست ابراز میکنه و به راحتی همطور که پدر و مادر را میپذیره، او را میپذیره، به او اعتماد میکنه و هی ممکن است باعث سقوط از او باشه. فکر میکنم خانم دکتر عزیز، در برخ از خانوادهایی که بی بیجه اگر چند اولاد دختر داشته باشن، یک یا دو بچه داشته باشن، انمی محبت افراطی در مورد اولاد بچه بسیار اعمال میشن و باز ما تعجب میکنیم که چرا که مثلا 4-5-6 دختر داره، هر کدام برای خود بسیار صاحب منصب شد، وظیفه گرفت، بله، تحصیل کرده شد، یا یک زندگی خوب، ازدواج هم که کد، یک زندگی بسیار خوب بله. دارن، ولی چرا اولادای بچه‌شون این رقم میشن؟ همونطور که ما شما در جامعه میبینیم دخترای ما بسیار پرتلاش‌ترن. بله، به این خاطر که به استقلال بیشتری رسیدن، احساس نیاز درک کرده و برای رشد خود تلاش میکنه، اما پسر خانواده بی‌خیال‌تر است. من پدر مادر که دارم اون به قول معروف ملک پدری هست، چرا من کار کنم؟ او حمایت مالی پدری هست، چرا من کار کنم؟ هیچ دلش بر نمیاد، نه تحصیل میکنه نه کار میکنه، به این امیده که من تامین میکنه پدر مادرم هست. بله، ولی دختر تلاشش بیشتر است. و این ما به طور ملموس در جامعه خود داریم درک میکنیم، تجربه میکنیم. بنابراین برای این که اولاد شما به این انحراف و اعتیاد رو نیاره، نه بیش از حد محبت نه کم بوده محبت، یک توازنی داشته باشین و گاه گاه اولاد خود رها کنین، از دور مراقبش باشین. بله، که ببینین آیا این اولاد از پس خود میتونه برای یا نه، میتونه با مشکل خود مبارزه کنه، میتونه از خود دفاع کنه، میتونه راه خود پیدا کنه، میتونه بین چند گزینه بهترین گزینه رو انتخاب کنه. شما فقط او رو تایید کنین، او راه نشون ندین. بچه ما یک گزینه، یک گزینه، یک گزینه، این تو هستی و توانمندی، بهترین گزینه به نظرت کدومه؟ فقط به او یک مشورت بدین، به او یک مشاور باشین، نه اینکه یک راه ده او نشون بدین و بگین همین راه برو. بچه‌مت پوشیده است، تو من رقم باشم، من تو رو تامین میکنم.
بالاخره انسان است، نیاز داره برای که یک نفر او را هدایت کنه، راهنمایی کنه که راهنمایی، نه اینکه برای ازو مشخص کنی و بگین من هستم همیشه هستم. به بچه من گاهی وقتا من شاید نباشم، میتونی از پس خود برایی؟ میتونی کار انجام بدی؟ خانم علیزاده، من به یاد یک خاطره از یک نفر افتادم. شما الان با توجه به دانش خودتان امیر تحلیل کنید که چه رقم است. یک پدر بود، میخواست که همطور که شما فرمودید اولاد خود یک راه نشان بده که او خودش انتخاب بکنه، براه راست ببینه که چی میکنه چی نمیکنه. امی پدر بدون اینکه توضیح بده که خب این راه های مختلف از هر کدام چنان عوارض داره چنین نتیجه داره، گفت بچه برو ببینم تو چی میکنی، و از دور نگاه میکرد. وقتی که بچه اشتباه میکرد باز او را سرزنش میکرد که تو چرا این راه انتخاب کردی، نمیفهمی، اما قدر عقل نداری، خدا به تو عقل نداده بود که کار کردیم. و این بچه بسیار همیشه احساس سرفکندگی میکرد، احساس ناراحتی میکرد. صنف 7 یا 8 بود و وقتی که به معلم خودش مراجعه میکرد، به مدیر مکتب خود مراجعه میکرد، درد و دل میکرد و سعی میکرد مشاوره بگیره، اما یک داغ و یک احساس خسران و ناراحتی عظیم در رو ایجاد کرده بود که من یک بار نشد پدرم مرا راهنمایی و مشوره کنه. بله، متاسفانه همیشه ما سعی میکنیم که این بچه در یک کار که رفت 100% موفق شد، در حالی که باید به او فرصت بدیم. همونطور که در راه رفتن خواهم به اینجور، من اولاد خود دیستش میگیرم اول تا یک کم پادر بره راه بره، درسته؟ شاید یک بار زمین بخوره، دو بار زمین بخوره، کم کم رها میکنم که باش خودش یاد بگیره که چی رقم راه بره. وقتی من اولاد خود در یک مسیری راه نمایی کنم و بگم که امی مسیر امی راه را تو برو، من هستم پشتت، خب او ممکنه در این مسیر زمین بخوره، ممکنه خطا کنه چون تجربه نداره، او که به اندازه پدر خود سن نداره، تجربه نداره، پس باید خطا کنه تا یاد بگیره بلند شوه. در بلند شدن از او باید دستور ما بگیرم که کمک کنم بلند شوه. بچه من دست تو رو گرفتم، دفعه بعد که خطا کردی مواظب باش، خودت باید بلند شوی. این رقم او یک اعتماد به نفس پیدا میکنه که خب خیر، من خطاییم کردم، پدرم کنار هست، مرا راهنمایی میکنه، کمکم میکنه، من سعی میکنم دفعه دیگه خطا رو انجام ندو. یک ما یک همسایه داشتیم، بازاری بود، اولاد خود برد داخل بازار، گفت بچه من می سرمایه دی کار انجام بده. خب اولاد رفت برشکست شد دفعه اول، من بسیار نگران آمد خانه، گفت من کاسب نمیشم، بازاری نمیشم، باش پدر جان نمیرم دنبال میزار کار. پدرش کارو نکرد، بچه من خیره، من که بازاری شدم چند بار شکست خوردم، عیب نداره، علی خسران کردی، این ضرر کردی، من متحمل میشم، تو نباید از اون ناامید شوی، باید ادامه بدی. چندین بار انسان خطا میکنه در این راه تا اینکه یک کاسب موفق باشی، تا راه و روش های درسته یاد بگیری. حالا باید همین کار را در اولاد به خودمان نگاه کنیم. مگر ما از وقتی که به دنیا آمدیم همه چیز را میدانستیم؟ هزار بار یک راه خطا رفتیم، باز یاد گرفتیم که راه صحیح و سم کدام است. سرزنش کردن روش مناسبی برای اصلاح یک ناکامی یا یک شکست در اولاد ما نیست. انشاءالله که رعایت شود. یک از عاملای دیگه هم که خب اینجا بسیار تاثیرگذار در خانواده، اعتیاد یک از اعضای خانواده است. ممکنه یک برادر کلانتر، ممکنه یک کاکای مامای بچه، کاکای ماما، یا کدام رفیق، کدام همسایه ما بین خود داشته باشین که همین موزل دال اعتیاد داره. بسیار باید مواظب باشیم که اولاد ما معاشرت، نشست و برخاست و این رقم نداشته باشه، سعی کنه که دور باشه. و اینکه اولاد خود آگاه کنه بچه من مامای تو همین دمی را کشانده شد، این رقم شد، اوش کو که تو تجربه بگیری، تو سعی کن که عبرت بگیری، اولاد سعی کن که به این را کشانده نشه، او میشه یک خطر، او میشه یک معضلی که شما عیناً او را میبینین که چی رقم است. و این هم بسیار تاثیر گذارد. گاهی وقتا خب پدر خانواده هم متاسفانه اعتیاد داره، خب بچه ها او را میبینه، دور برش هست، خب به خود باز تاثیر داره که اولاد ها یا کشانده میشه دمو را، و یا اینکه منزوی میشه، گوشگیر میشه، افسرده میشه، ناامید میشه، و یا به قول شما که گفته بودین شرم میشه از وجود همچین پدری، و او پدر به چشم یک تکیهگاه، یک پناهگاه، یک خانواده را به عنوان یک نهاد امن دیگه نمیبینه، که خانواده من امن نیست. چرا که پدر من خود داره در این موزل گرفتار است، ترس داره از خانواده که شاید یک روز از من هم سوء استفاده کنه و مرا به خاطر از اون مواد بفروشه یا کدام به انحرافی کشانده شوم. پس بنابراین باعث میشه که خانواده را ترک کنه، باعث میشه که اگرم ترک نکنه دوچار ناهنجاری های روحی و روانی میشه که به تاثیر در شخصیت از او در آینده از او نیست. یعنی بسیار تاثیر گذاره. بله. باز برخ از خانواده است خانم
علیزاده بزرگوار که حالا مواد دیگری که مصرف میکنن شاید که مثلا تاثیر به خودش بگذاره، برخی از مواد است که در خانواده های سنتی تر مصرف میشه که دود میکنن، خب قطعا دودش به مشام دیگه افراد خانواده هم میرسه، اگر در خانه باشه خواهی نخواهی، حتی اگر این حس ها را هم نداشته باشه ناخودآگاه تحت تاثیر فیزیکی اون ماده قرار میگیره. بله متاسفانه. و یکی دیگه محدود کردن اولادا، چون جامعه ما یک جامعه سنتی هست، گاهی وقتا این بسیار یک ارتباط از بالا به پایین رئیسی هست، سعی میکنه اولاد خود بیش از حد محدود کنه، نگذاره بیرون بره. اجتماع بد است، محیط بد است، اولاد ما اصلا حق نداره بیرون بری، اما ما با این خانه باید کلان شوی، هر چی که من گفتم میپوشی، هر جایی که من گفتم میری، هر جایی که مادر رفت همراه همزو میری، اجازه نمیده که اولاد از او اجتماع بیرونه، محیط بیرونه تجربه کنه، ببینم بیرون چی خبر است، چون مدام فقط در خانه بوده، در خانه کلان شده، یک ترس داره از اجتماع. وقتی که ازدواج میکنه، تشکیل خانواده میده، خب میره در بیرون، چون این ترس از اجتماع را داره، یاد نداره که چی رقم با اجتماع برخورد کنه، چی رقم خطرهای اجتماع رو بشناسه، بسیار ساده لح بار میآید و این باعث میشه که حتی اگر بزرگ شوه، کلان شنه، خانه دار شنه، باز هم مورد سوء استفاده قرار بگیره، کدام رفیق نابابی را پیدا کنه و او را بکشانه به این سمت انحرافات، یک از اونها مواد مخدر است. بله. خانم علیزاده عزیز، یک میان برنامه رو ببینیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم، برنامه به صورت لایو از طریق فیسبوک هم پخش میشه و شما بزرگواران میتونید که نظرات خودتون رو از طریق فیسبوک هم برای از ما کامنت بکنید. یک میان برنامه کوتاه رو ببینیم و بسیار زود هم برمیگردیم. امام سجاد علیه السلام همواره می فرمود چگونه آب بنوشم و طعام بخورم و حالان که پسر رسول خدا را با شکم گرسنه و لب تشنه شهید کردند. سلام بر لب تشنه حسین علیه السلام و سلام و درود مجدد تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم. شما همچنان برنامه خودتون، برنامه روشنا را از تلویزیون جهانی هادی میبینید. خانم شریفه علیزاده بزرگوار همچنان در خدمت شما هستیم. شما در مورد موضوع معضل اعتیاد صحبت میکنید و عوامل تاثیرگذاری، یکی از عواملی که قبل از میان برنامه برای ما توضیح دادید محدود کردن بیش از اندازه اولاد هاست که فکر میکنم بسیار مهم باشه. ما حتی شاید بینندگان عزیز و محترم هم تجربه داشته باشن، خانم علیزاده بزرگوار در قریه ها که هست، وقتی که مثلا یک باشه یا یک عقاب به سر خانه مردم میآید، وقتی که مرغ و خروس ها و جوچه ها و اینا همه هستن، مرغ و خروس اینا همه میشناسن باشره، عقاب را میشناسن، خطر را میشناسن و فرار میکنن. درست. اما این چوچه چون ندیده و نشناخته، همینطور به دانه خوردن خودش، به نک زدن خودش به زمین ادامه میده. درست. تا اینکه بالاخره ببینه به چشم خودش که یک نفر گرفتار میشه، یکی از این چوچه ها را عقاب میبره، دیگه تا پایان عمرش فراموش نمیکنه. فکر میکنم محدود کردن در خانه امی اثر. بله، بسیار مثال زیبایی زدین. بله، وقتی من اولاد خودم محدود میکنم، نعمت تجربه را از او میگیرم. بله، وقتی که نعمت تجربه را از او بگیرم، باید مدام یا کنار از او زندگی کنم که مواد اولاد من خطر سراغش بیاید، و یا اینکه من او را رها کنم خودش تجربه کنه. در این تجربه کردن
چون در گذشته تجربه نداره، خیلی وقتها اولاد من متاسفانه در دام میفته. پس بنابراین محدود کردن این که بگیم محیط خرابه، اجتماع خرابه، من اولاد خودم محدود کنم، این سالم برای کار اشتباهه. خیلی وقتها میبینیم که در خانه سالمه، وقتی که ازدواج میکنه در اجتماع میره، در انحراف کشیده میشه. بگی در خانه بسیار بچه خوبی بود، پیش خود زندگی میکرد خوب بود، و این خاطر که تجربه نداشته متاسفانه و راحتی گول این اجتماع را خورده و کدام نفری با زبان بازی یا با رفاقت یا با نام همسایگی فریبش داده و او را گرفتار کرده. اما خانم علیزاده عزیز، خب بسیاری از خانواده ها که اولادهای خود محدود میکنن، خب بنابر تجربه کار انجام میدن، یعنی دیدن که در خانواده های دیگه نظرت میخوام اولادایشان آزاد بوده، اجتماع بوده، فعالیت کرده و گرفتار شده و نمو ترسیدن از این قضیه و سعی میکنه با یک نحوی از اولاد خود محافظت بکنه. شما در مورد همین میزان ای آزادی و حد وسط ای آزادی و محدودیت صحبت بله گفتیم محدودیت شدید. ببین خانم، به اینجا یک وقت است که اولاد خود هیچ اجازه نمیدم که خودش اجتماع رو درک کنه. یک وقت هست که من همه رو کلن رها میکنم که باش خودش بفهمه. بله. هر دو رقمش اشتباه است. وقتی من اولاد خود رها کنم که باش خودش خود پیدا کنه، چون که اقتضای سنش باعث میشه در دوچار شور و هیجانات هست، مخصوصا در نوجوانی هر نوع خطایی رو میخوای تجربه کنه. بله. باش من همه مواد مصرف کنم، چی رقمش هست؟ و یک تجربه بله بسیار بله. تلخی هست متاسفانه. باش که من یک جیب یک نفر رو بزنم، چی رقم میشد، چی حسی داره، حتی اگر شده برای شوخی، حتی اگر شده برای تفریح، و یا حتی اگر شده برای نشان دادن قدرت خود، چون بسیاری حس در نوجوانا زیاده که وقتی من این کارو بکنم پیش رفیقای خود بسیار احساس افتخار میکنن، خودنمایی میکنن بله. که من این کار انجام دادم، من کلان شدم، بزرگ شدم و من از کلگی شما قوی تر هستم. هر رقمش اشتباه. باید پدر و مادر مثل یک مشاور، مثل یک راهنما، مثل یک پشتیبانی از دور مراقب اولاد خود باشه. نه اینکه چشمای خود را ببندیم کامل رها کنیم در جامعه، نه اینکه او را در قفس داخل خانه نگه داریم و پیش چشمای خود همیشه بگذاریم. هر دوش اشتباهه. باید رها کن، بگذاریم در اجتماع تجربه کنه، اما در ابتدا پا به پای کنار هم کنار از او باشیم، کم کم در بعضی مواقع او را بگذاریم خودش تجربه کنه، ولی در پشت سر از او نگهبان از او، مراقب از او، حامی از او باشیم. خب بالاخره زحمت داره بله. یک نفر خانواده که اولاد خود در خانه بند میکنه، رو کارش بسیار راحتتر و ساده تر است نسبت به بله. کسی که اولاد خود در جامعه آزاد بله. میکنه بله. و همزمان باید مراقبش هم باشن. شاید روش ساده تری است که خیلی استفاده میکنه که اولاد پیچش خود باشه دیگه بله. بله. روش ساده تر است. خب یکی از عوامل دیگه هم که باز در خانواده تاثیرگذار است خانم بنجان، رفاه اقتصادی. آیا ما میگیم که اگر اعتیاد، اگر فقر باعث اعتیاد میشه، چرا بسیار ثروتمندای ما معتاد است؟ بله بله. یه مرا چرا بسیار، اگر کشورهای جهان سوم و فقیر مثل افغانستان دچار اعتیاد است، چرا کشورهای اروپایی پیشرفته مدرن و ثروتمند دچار اعتیاد است؟ اگر اعتیاد فقط مال کشورهای فقیر است، چرا کشورهای ثروتمند اینقدر آمار اعتیادشون بالا است؟ یک از عواملی که بسیار تاثیرگذار است رفاه اقتصادی است. وقتی در خانواده یا یک کشوری رفاه به سطح بالایی رسید، درآمد به سطح بالایی رسید، کیفیت زندگی به سطح بالایی رسید، باعث میشه که روابط انسانی کم رنگ باشه. هر چقدر رفاه، درآمد، میزانه، بالاخره خانه لوکس، زندگی لوکس، ماشین لوکس بود، به همون اندازه باز او روابط انسانی، او محبت انسانی و او وقتی که انسانها برای یکدیگر میگذاره کم رنگ تر میشه. همونطور که ما میبینیم در کشورهای اروپایی همه مشغول کارن، همه صبح تا شام کار میکنن، همه تلاش میکنن که خانه مدرن، زندگی مدرن، رفاه بالایی داشته باشن، وقت کمتری دارن که به اولاد خود بگذرانن. و یا اولاد بسیار کمی دارن، در خانه یک فرزند دارن، نهایتا دو فرزند داره و این فرزندان ای ارتباط تجربه نمیکنه، این بازی های بچگانه رو تجربه نمیکنه و این باعث میشه که به اعتیاد رو بیاوره، به خاطری که تنهایی خود جبران کنه، به این خاطری که رفیقی نداره، همدمی نداره، پدر مادر سر کار است، خب اولاد چی کار کنه؟ خیلی وقتا نوجوان ها خب در کشور اروپایی کار نمیکنه دیگه، تا یک سنی که باید کاملا
آزاد باشه، کاری نمیکنه و اوقات فراغت زیادی داره، خواهی باعث میشه که کم کم موزل اعتیاد رو بیاره. پس بنابراین رفاه بیش از اندازه به این خاطر که وقتی برای یکدیگر ندارن هم باعث اعتیاد میشه، فقر هم به نوعی خود باعث اعتیاد و بسیاری از موزلات و مشکلات اجتماعی میشه. بسیاری از جرایم زنان از فقره، بسیاری از جرایم کودکان کار مخصوصا از فقره، بسیاری از زندگی ها که از هم پاشیده میشه، نابسامان میشه، از فقر است. متاسفانه هر دو عامل تاثیرگذار است. هم فقر به خودی خود باعث میشه که خب اولاد به خاطر اینکه فقر میبینه که در خانواده فقر میره، در بیرون میبینه که یک کار دو پیشنهاد شد که بسیار یک پول خوبی داره، بدون اینکه تحقیق کنه چی کار هست، به او خاطر که به درآمدی از او فکر میکنه ممکنه قاچاق مواد بکنه. بله. و یا پدر خانواده چون به درآمد فکر میکنه ممکنه قاچاق مواد کنه و کم کم خودش هم در این متاسفانه راه کشانده شد و گرفتار شد. یعنی هم رفاه و هم فقر دو سوی طیف میتونه که زمینه را فراهم بکنه برای اینکه خدای نکرده در خانواده یکی از اولادها یا چند نفر از اولادها گرفتار موزل اعتیاد شون. بله، بسیار مسئله بسیار جدی هم هست. خب یک از عوامل دیگه هم خانم جون که بسیار تاثیرگذار است باز در خانواده، ریشه او در خانواده است، کم سوادی یا بی سوادی والدین است. وقتی که والدین ما کم سواد باشه، بی سواد باشه، خب روش های درست تربیتی را آشنایی نداره، شیوه های درست برخورد با اولاد خود نمیشناسه و این هم بسیار تاثیرگذار است متاسفانه که ممکنه که باعث شوه که اولاد از او به انحراف کشیده شه. یک از اونها مثلا یاد نداره ابراز محبت و یا اینکه برقراری ارتباط با نوجوان خود یاد نداره، سرزنش میکنه، سرکوب میکنه، لاتوکوب میکنه، همیشه او رو مورد تحقیر قرار میده و این باعث آسیب رساندن به اولاد میشه. اتفاقا خانم علیزاده به همین فکر میکردم که اگر خانواده ای باشه که پدر و مادر حداقل از یک سطح سواد و تحصیلات بهره مند شوند، باز در شرایط فقر هم باشن یا در شرایط رفاه زیاد هم باشن، احتمالی که اینها گرفتار معضل اعتیاد شوند کمتر است، چون میدونن که چه رقم مدیریت کنند و یا حداقل سواد دارن، میتونن که جستجو کنند، پرسان کنند، شرایط را درک میکنند، معضل را میفهمند. قدم اول برای که انسان حل کنه مسئله را که درک کنه معضل را. اگر انسان بی سواد باشه شاید نفهمه که من گرفتار چی وضعیتی هستم. بله. خب ممکنه یک انسانی خب یک خانواده فقیر باشه اما یک پدر و مادر باسواد باشه. خب فقر داره اما میتونه با هزار راهی دیگر فقر خود جبران کنه، در ابراز محبت، در ارتباط گیری با اولاد خود، در برقراری یک رابطه دوستانه با اولاد خود بهترین کار میتونه انجام بده. خب درسته که فقیر است اما یک اولاد پرتلاش بار میاره که همون اولادها هم کمک میکنه تا خانواده از فقر برای درسته. باز نقطه مقابلش هم است. بله. نقطه مقابلش هم است که یک خانواده هست بسیار ثروتمند، پدر مادر بی سواد. خب یادم نداره که از همین امکانات ثروت خود چی رقم برای رشد اولاد خود استفاده کنه و فکر میکنه که فقط برای ازو که خرج کرد همین کافیه. لوکس ترین ماشین زیر پای ازو میذاره، بهترین خرجا رو میکنه، نمیدونم بهترین کالاها رو میپوشه، در حالی که اینا سرمایه نیست. آینده ازو چیه؟ و یک ممکنه یک اولاد مرفه تنبل باشه که خود حال نداره که از خود کار انجام بده و تکیه کرده به اون ثروت پدر و مادر. بله، متاسفانه. خانم علیزاده عزیز، در حد 20 یا 30 ثانیه اگر یک جنبندی بفرمایید تشکر میکنم. من دوستاشم راهکارها رو بگم ولی خب انشالله برای برنامه بعد انشالله حتما دوستای عزیز پیگیر باشه. خب به طور کلی گفتیم یک عوامل فردی رو در برنامه قبلی توضیح دادیم، به طور کلی یک عوامل خانوادگی بود که در برنامه امروز گفت زدیم خدمت شما. خانواده بسیار تاثیر داره، این رقم نباشه که بگیم یه اولاد ما خودش معتاد شد، ما کاری دزو نداشتیم. درست است شاید شخصیت ازو که در برنامه قبلی گفتم تاثیرگذار باشه، اما شما یه خانواده پدر و مادر مسئولی که اولاد خود میشناختی و دوم این که محیط خانواده را در او فراهم میکردی که او اگر مشکلی داشت حل میشد. شاید کمبودهایی در خانواده، کمبود محبت، بیش از اندازه محبت کردن از هم ضرر است او اولاد خود، و یا اینکه فقر خانواده و یا اینکه ثروت و مدیریت نکردن او ثروت بیش از اندازه در خود ثروت نبیه فن نفسه
مدیریت درست نداشتی برای ثروت زو، فقط به اولاد خود امو ثروت خود در اختیارش قرار دادی ولی یاد ندادی خودش هم تلاش کنه، خودش هم مدیریت کنه. که مهمترین ثروت نفس و زندگی انسان است. از دستش اگر برای روزگار جوانی و دست نمی بله بسیار تشکر. کم سوادی والدین ان شاء الله، اگر کم سوادین سعی کنین مشاوره های خوبی از زندگی خود بگیرین، درست از دیگرانی که فکر میکنین موفق تر هستن. بله بله. خب انشالله باز راهکارها رو در برنامه بعدی خدمت شما خواهیم انشالله. بسیار تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار و بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. انشالله برنامه آینده را هم از دست نمیدین. به همراه کارشناس محترم از حضور شما مرخص میشم عزیزان، در پناه خداوند مهربان باشید.